Música کتاب سقوط قسطنطنیه منایات قرآن را از دهان او نمی شنیدم ولی آنچه او می گفت به وسیله دیگران تکرار می گردید صدای آنها به گوش من می رسید و سربازان ترک نیز همان ترک صدای سلطان را می شنیدن و آنچه او می گفت از زبان دیگران به گوششان می رسید پس از خواندن آیات قرآن سلطان محمد دست خود را بلند کرد و اظهار نبود چون کفار حاضر به تسلیم نشده از امروز محاصره شهر شروع می شود وقتی سربازان ترک دریافتند که پادشاه آنها چه گفت طوری قریب براوردن که تصور می طوفان توفان شروع شده و تمام واحدهای ارتش ترک یک مرتبه به حرکت درآمدند. در حالی که شمشیرها و نیزه ها را تکان میدادند به طرف حصار هجوم آوردند این یورش طوری خوف بود که پنداری آنها قصد دارند که با یک حمله دیوارهای شهر را منهدم کنند و فرو بریزند من دیدم که رنگ از روی سربازهای تازه کار پرید و حتی سربازهای لاتینی که سربازان سنفی و مزدور بودند و از جنگ نمیترسیدند قدمی عقب رفتن و شمشیر را از غلاف کشیدند ولی ترک ها قبل از اینکه به جایی برسند که هدف گلوله توپ های ما قرار بگیرند توقف کردند با سرعت شروع به ساختن سنگر نمودن و هنگامی که سربازها سرگرم ساختن سنگر بودند چند نفر از سربازان سباه ینیچری خود را به پای حصار رسانیدند سپس فریاد زدن حلمن مبارز این جمله عربیس ولی ترک ها در میدان جنگ آن را به کار میبرند و موقعی به کار برده می شود که سربازان ترک بخواهند با دشمن به تنهایی بجنگند به یعنی هر سرباز فقط با یک نفر پیکار کند خواه غالب گردد یا مغلوب وقتی سربازان ینیچری مرد پیکار خواستند و از یونانی ها درخواست کردند که از حصار بیرون بیایند تا اینکه تن به تن به جنگن چند نفر از افراد گارد مخصوص امپراتور خواستند از حصار پایین بروند و با آنها نبرد کنند حتی چند نفر از افسران لاتینی گفتند که حاضرن از حصار بیرون برون و شمشیر بزرگ خود را که می باید با دو دست به حرکت درآید و دو دم دارد با شمشیرهای پهن و منحنی ترک ها به جنگ اندازن. ولی گیوسیانی که فرمانده دفاع شهر بود آنها را از این حرکت من نمود و گفت داره جنگ های تن به تن که یک نفر با دیگری میجنگید و سایرین آنها را تماشا می کردن گذشت. در آن دوره کسانی که می جنگیدن می در میدان جنگ تفریح هم کنن و تفریح آنها تماشای جنگ تن به تن دو شمشیر زن بود ولی امروز جنگ به صورت یک مبارزه ی حیاتی برای بقای قومیت و دین و آین در آمده نمی توان اینها را فدای جنگ تن به تن دو نفر یا چند نفر نمود شما در اینجا موظف هستید بجنگید نه اینکه نمایش دهید و وسیله تفریح سربازان شوید و پیکار تن به تن شما کوچکترین فایده برای نتیجه نهایی جنگ نداشته باشد بعد از این حرف کسانی که قصد داشتند بروند و جنگ تن به تن بکنند از قصد خود منصرف شدند گیوسیانی به چند نفر از سربازانی که در نشان زنی مهارت داشتند گفت که به وسیله شمخال و آربال سربازان ینیچری را هدف تیر قرار دهند و آنها نیز سربازان ترک را به تیر بستند پنج نفر از آنها در اولین تیراندازی به خاک افتادند و دیگران دستها را به رسم اعتراض به طرف حسار تکان دادند و به زبان ترکی که من خوب میفهمیدم و بعضی از یونانی ها هم میفهمیدند فریاد زدند که این عمل شما بی است و ما از شما مبارزی می و شما به جای اینکه از حسار خارج شوید و مردانه با ما پیکار کنید در پناه برج و باروی خود ما را به تیر می بندید. ولی گیوستیانی ام کرد که باز به طرف آنها تیراندازی کنند. دو نفر دیگر از پا در آمدن و دیگران که متوجه شدند که اصرار بدون فایده از خواستن که مقتولین و مجروحین خود را از پای حسار ببرند. ولی چون تیراندازی ادامه داشت آن عده هم به زمین افتادند ولی عده دیگر از سربازان ینیچری از عقب آمدند و با اینکه از آنها نیز چند نفر مقتول و مجروح شدند عاقبت تمام مقتولین و مجروحین خود را از پای هزار بردن و حتی یک مجروح یا کشته در آنجا باقی نماند ولی ها خونین به نظر می رسید. آن تیراندازی سبب گردید که ترک ها به طرف حصار شلیک نمودن و از طرف سربازان مدینه هم تیراندازی شروع شد ولی چون تیراندازی از طرف سربازان یونانی و لاتینی بیفایده بود زیرا به هدف نمی رسید و گیوستیانی امر کرد که سربازان مدینه از تیراندازی خودداری کنند یوسیانی در آن روز از من خواست که به اتفاقش در طول حصار از خارج شهر قدم بزنیم تا اینکه ببینیم شماره سربازان دشمن چقدر است و سپاه ینیچری که سربازانش همه نزدیک خیمه سلطان بودند دوازده هزار سرباز داشت ما این موضوع را میدانستیم و دومین سپاه نیرومند سلطان سوار نظام موسوم به سپاهی بود که آن نیز متشکل از دوازده هزار سرباز میشد وقتی نیروی پیاده سلطان را از نظر می گذرانیدیم گیوستیانی گفت عثمانی پیاده نظام سنگین اسلحه ندارد ولی اسلحه سبک پیاده ترک ها بد نیست من تصور می کنم که شماره سربازان پیاده ترک یکصد هزار نفر است و خود من نیز همین نظریه را داشتم و سربازان پیاده نظام ترک را یکصد هزار نفر می دانستم ولی از این گذشته سلطان محمد یک ست هزار سرباز پیاده دیگر داشت که جزو نیروی چریک محسوب می شدن. گیوسیانی می گفت. آن یک ست هزار نفر را می باید جزو سیاهی لشکر محسوب کرد نه لشکر برای اینکه ارزش جنگی آنها خیلی کم است و آن مرد درست میگفت. یکصد هزار سرباز چریک سلطان محمد عبارت بودند از یک مش برزگران جنده پوش و اده ای از روی تعصب دینی به عشق جنگ با کفار دعوت سلطان را برای جهاد بزیرفته به راه افتاده بودند. یوستیانی از من راجب وضع زندگی سربازان چریک توضیح میخواست و من به او گفتم. در مشرق زمین زار این پیوسته گرسنه و جنده پوش هستند و اکثر آنها استطاعت ندارند که هر دو سال یک مرتبه جامعه خود را عوض کنند. و همین جهت جامعه کشاورزان در شرق همواره صدها وصله دارد و این بدبختها برخلاف زار این کشورهای مغرب زمین از خود زمین و آبی ندارند. در واقع باید در تمام اون برای خوردن غذا جهت صاحبان عراضی و املاک زحمت بکشند. به همین جهت وقتی یک جنگ بزرگ پیش می آید و پادشاه سرباز میخواهد آنها به هیئت اجتماع داوطلب به خدمت سربازی می شوند برای اینکه می دانند چون غذای آنها را سلطان می دهد بعد از اینکه سرباز شدن لا شکمشان سیر می شود. سلاح سربازان چریک شمشیر یا فلاخون بود و معدودی از آنها هم سپرهای کوچک چوبی داشتند و روی بعضی از سپرها روپوشی از چرم دیده میشد یا اینکه چوب را رنگ میکردند تا اینکه شکل سپر چرمی یا فلزی داشته باشد از مجموع سربازان سلطان فقط یک چهارم آنها دارای خفتانهای چرمی بودند که در جوف آنها ابریشم نتابیده یا پشم یا پنبه بود به طوری که ما در آن روز حساب کردیم سلطان محمد برای محاصره قسطنطنیه با 224 هزار سرباز آمده بود با اینکه قسمتی از سربازهای او ارزش جنگی زیادی نداشتند باز شماره سربازان ارتش سلطان تولید نگرانی مینمود امپراتور مدینه برای اینکه روحیه مدافعین را تقویت کند از دید و فرمانده جدید نیروی دریایی که گفتیم اهل ونیز بود درخواست کرد که ملوانان کشتی جنگی خود را با پرچم و تبل و سنج در بالای حصار خارجی وادار به رژه نمایند در واقع او میخواست هم مدافعین آنها را ببینند و هم ترکها اصر همان روز ملوانان کشتی جنگی ونیز با پرچمهای برفراشته و تبلونی و سنج بالای حصار خارجی رژه رفتند. در واقع امپراتور مدینه با این اقدام یک نتیجه دیگر هم گرفت و آن این بود که به ترک ها بفهماند که آنها فقط با یونان نمی جنگند. بلکه با ونیز هم در جنگ هستند ولی چون محافظت از کاخ بلاچرنه یا کاخ سلطنتی به سربازان ونیزی واگذار شده بود آنها در کاخ مزبور پرچم خود را کنار پرچم امپراتوری یونان برافراشته بودند این موضوع همه را متوجه کرد که اگر امپراتور یونان و مدافعین شهر بتوانند عثمانی ها را عقب برانند و خود را از خطر آنها حفظ کنند خطر دیگری وجود خواهد داشت که همانها خطر سربازان ونیزی است. در حقیقت آنها که از امروز به طور رسمی کاخ سلطنتی را به عنوان دفاع از آن اشغال کرده اند بعید است که به سهولت از آن کاخ خارج شوند. اما خود گیوسیانی به اتفاق سربازان زره پوش خود در منطقه دروازه سن رومانیوس که مقابل خیمه سلطان و سپاه ینیچری بود جا گرفت و بدین ترتیب برجست در ترین منطقه جنگ به گیوسیانی واگذار شد. در خصوص شماره سربازان مدافع مدینه در آن روز یعنی روز ششم آوریل اطلاع صحیحی در دست نبود و فقط امپراتور و گیوستیانی از شماره واقعی سربازان مدافع اطلاع داشتند. بعضی تصور می که مجموع سربازان مدافع ام از سربازان مزدور یعنی سربازان داوطلب که بین آنها اصناف مختلف شهر و روحانیون دیده می شد هزار نفر است. ولی من مطمئن بودم که شماره مدافعین از این عده بیشتر می باشد. تنها شماره ملوانان ونیزی دو هزار نفر بود. گرچه آنها در کشتی های جنگی و حوزه بندری انجام وظیفه می کردن و در حصار پیکار نمی نمودن مهازا جزو مدافعین به شمار می آمدند. یوسیانی فرمانده دفاع شهر که فرمانده منطقه دروازه سن رومانیوس بود 3000 سرباز زره پوش داشت که با 2000 ملوان ونیزی 5000 نفر میشد. بنابراین طبق اسناد من در آن روز شماره مدافعین مدینه لا اقل نفر بود ولی ده هزار نفر کجا و دویست و بیست و چهار هزار سرباز دشمن کجا؟ خاصه آنکه هنوز توبخانه سلطان محمد دوم نرسیده بود و وقتی توبخانه او میرسید نیروی دشمن قوی تر می باز در همان روز یعنی ششم ماه آوریل هنگام از از دور صداهایی چون صدای رعد شنیده میشد. در صورتی که آسمان صاف و خالی از ابرود و آنگاه از جزیره آبی رنگ سلیم واقع در دریای مرمر ستونی از دود به آسمان رفت. معلوم شد که صداهای رعد نیز از آنجا برخواسته است. صبح روز بعد که هفتم آوریل بود معلوم شد که عثمانی ها جزیره سلیم واقع در دریای مرمره را تصرف کرده در آن دران جزیره ادعی از مدافعین یونانی با اینکه امیدی نداشتند که کمک دریافت کنند با سرسختی مقابل ترک ها ایستادگی نمودند. وقتی عثمانی ها دیدن که نمیتوانند آن عده از یونانی ها را وادار به تسلیم کنند اطراف برج های آنها هیزومن باشند و آتش زدن و مدافعین دلیر جزیره در آتش سوختند در بامداد روز هفتم آوریل وقتی هوا روشن گردید ما دیدیم که ترک ها اجساد یونانیانی را که در جزیره سلیم کشته شده ان, آورده ان و مقابل حصار شهر بر تیرها آویخته و من اجساد را شمردم پنجاه جنازه بود بعضی از جنازه ها سوخت مانند زغال شده و بعضی دیگر را عثمانی ها با فجیه ترین ترس کشته بودند ولی مقاومت دلیرانه مدافعین جزیره سلیم سرفرازی ملت یونان میشد و نشان میدادند که یونانی میتواند در پاسگاه جنگی خود جان فدا کند ولی خاک خود را تسلیم دشمن ننماید هنگامی که من لاشه یونانیان را از نظر میگذرانیدم به خود میگفتم آخرین سنگر دیانت مسیح که شهر قسطنطنیه از از طرف مشرق و مغرب از دشمن احاطه شده و در مشرق ترک ها و در مغرب لاتینی ها آن را در بر گرفتند این شهر بدون اینکه امیدوار باشد از خارج کمکی دریافت نماید مقابل دشمن مقاومت می کند حتی یک اندازه ادعا ندارد که با فداکاری خود نامی بزرگ در تاریخ جهان باقی بگذارد وقتی آفتاب بالا آمد و هوا گرم شد حشرات اطراف لاشه مقتولین جزیره سلیم به پرواز در آمدند. گیوسیانی که از پا تا سر در بر کرده بود وقتی نظر به لاشه ها می می خندید و من از خنده او بسیار متنفر شدم. اگر آن مرد یونانی بود بر لاشه کسانی که در راه دفاع از وطن جان فدا کرده ان خنده نمی زد. ولی لاتینی ها نمی توانند بفهمند که یک یونانی وطن خود را چقدر دوست دارد. وقتی خنده گیوسیانی را دیدم فکر کردم که اگر ما بتوانیم عثمانی ها را عقب بزنیم و قسطنطنیه را نجات دهیم تازه گرفتار لاتینی ها میشویم. در واقع آنان در مدینه حکومت خواهند کرد و این همان حرف بود که بعضی از یونانیان از جمله لوکاستوتاراس پدر آنا میگفت. اما من مردی هستم که در هیچ دوره از عمر نگذاشتم که آتش تعصب در قلبم شعله بر شود ولی آن روز یک مرتبه این احساس در قلب من پدیدار شد دنیای کتاب صوتی